سلام مجدد، دوباره خوش آمدین. بخش دانستانی ها تقدیم شما شد، امیدوارستیم به معلوماتتان اضافه شده باشه. و خوشبختانه امروز دوشنبه هست و دکتر سای فیروز ایوب استاد فاکولته طب ولایت بلخ با خود داریم که در بخش روانی فعال هستند. و امروز موضوع بحث ما امو بیخوابی است. خیلی خوشحال هستیم که دکتر سیف شما را با خود داریم. تشکر. به نام خداوند بخشاینده و مهربان، من هم سلام خدا برای شما و همکاران خوب شما و بینندگان خوب شما تقدیم میکنم. امیدوار به این هستم که یک صبح بسیار زیبا و خوش را آغاز کرده باشند. سلامت باشین دکتر سیف. بین هزینج شروع بکنیم که زیادتر از هموطنان ما، زیادتر از کسایی را که ما همراهشون روبرو هستیم و در جریان رو صحبت میگیم، بسیاری وقتا شکایت از بیخوابی دارن. میگه در جریان شب بسیار خوابشان کم است و خواب درست ندارن. بله، بسیار یک موضوع خوب را اشاره کردیم. قبل از اینکه ما در مورد بیخوابی ها صحبت بکنیم، یک مرور میگذاریم که خود خواب چی است. ببینیم هر انسان با یک پدیده نیاز داره. مثلا ما به غذا نیاز داریم، مثلا به استراحت نیاز داریم، مثلا به فعالیت فیزیکی نیاز داریم. خواب هم یک حالت یا پدیده ای هستن که عضویت ما، خصوصا بدن و خصوصا دماغ، نیاز به این داره که برای یک مدت استراحت نسبی داشته باشه تا بتونه که دوباره قدرت دوباره خود، فیزیولوژی خود، وظیفه خود، بدن و دماغ دوباره به دست بیاره و بتونه به شکل نرمال خود اینو فعالیت پیش ببره. اینا در این صورت زمان که اگر ما خواب نداشته باشیم، همه فعالیت های نرمال ما در حقیقت برهم میخوره و سبب از این میشن که مشکلات مختلف جسمی و روانی رو بر ما به وجود بیارن. و از جمله خواب ما در حقیقت در حاصل به دو بخش تقسیم میکنیم. یکی خواب است که شاید بینندگان ما و شنوندگان ما تجربه کرده باشن، نو میخواین که به خواب برن، چشمشون مثلا پوت است و میبینید که پلک میزنه. او در یک حالت هستن که تقریبا در حدود کمتر از 5 دقیقه یا 10 دقیقه در بر میگیره که به نام خواب سری یا رپید آی موومنت یاد میکنیم. این حالت هستن که شخص در اون صحنه به خواب رفته، ولی خواب بسیار سبک هستن که معمولا در این صحنه هستن که شخص خواب میبینه، که وقتی که مثلا در خواب میبینه چی کارهای را کرده، چی کارهای را نکرده، و زمان که شما او را وقت بیدار میکنین همه چیز به یاد داره که ما در خواب این چیزا را دیدم. و بعد از 5 دقیقه اینا به خواب عمیق داخل میشن که به نام نان رپید آی موومنت یاد میکنیم، یا خواب عمیق یاد میشه. که این باز در خواب عمیق وقتی که داخل میشه، خواب دیدن در اینجا باز توقف پیدا میکنه و نسبی میشه. پس از این خاطر اینال یک شخصی که میم در حاصل موضوع که بیخوابی به وجود میان، اول پیش از اینکه در مورد بیخوابی صحبت بکنیم، یک شخص چقدر در خواب ضرورت داره. بله، معمولا جوان ها و اشخاصی که مثلا میان سال هستن 7 الی 8 ساعت در 24 ساعت به خواب نیاز دارن. اطفال مثلا در حدود 10 ساعت تا 12 و تا 14 ساعت نیاز دارن، و این نظر به سن و نظر به امو خصوصیات فرد فرق میکنن. ولی زمانی که هر شخصی که این مدت خواب خود وقت نمیگیره، ما میگیم شخص به طرف بیخوابی رفته. اما شاید در پیش بینندگان ما این سوال بوده باشه، خیلی یعنی به این مناسبت که کسی که مثلا 7 ساعت خواب نیاز داره، اگر می 7 ساعت وقت اگر خواب نمیکنه، پس این بیخوابی معرفی میشه؟ نه، این تو به این معنی نیست. مثلا یک شخص نه تنها، مثلا یک شخص در 24 ساعت 5 ساعت خواب میکنه، 3 ساعت خواب میکنه و بعد از خواب میخیزه، ولی میگه من خواب درست نداشتم و از خواب خود لذت نداشتم و خواب من باعث ازی شد که من کسالت و مو حالت خستگی مرا رفع کرده نتونست. ما میگیم بیخوابی پیش با وجود آمده. ولی یک شکل دیگر بیخوابی هست که مثلا یک شخص 7 ساعت نیه، بلکه 12 ساعت 10 ساعت خوابیده، بعد از اینکه از خواب میخیزه هنوزم کسل و خسته است، میگه من از خواب خود لذت نداشتیم، اصلا من هیچ احساس از زیر نداشتم که خواب مرا صبح کم خواب احساس میکنم. این هم ما برام بیخوابی یاد میکنیم. پس بیخوابی تنها به زمان بستگی نداره. بیخوابی به این است که در حقیقت شخص چقدر از خواب خود احساس لذت داشته و چقدر تانسته که این خواب از این خستگی و از زیر کاهش داده. پس به این ربط میگیرن. بسیار خوب دکتر صاحب، زیادتر هست کسایی را که همراهشون روبرو هستیم از خواب زیاد شکایت دارن. میگه هر قدر که میخوابم خوابم پوره نمیشه. بله. بازم احساس از این میکنم که من کم خواب هستم، باید دیگم بخوابم. هیچ رقم است. آیا این هم کدام مشکل داره؟ بسیار یک موضوع یاد خوبی یاد کردین. مثلا بعضی اشخاص 7 ساعت مثال در 24 ساعت در خواب نیاز دارن. این 7 ساعت برای لو که شب میخوابه یا 8 ساعت میخوابه، روزم یک 3 ساعت دیگه میخوابه. و در اصطلاح سابقی را به نام اشخاص یا بیماری های تنبل یا اشخاص تنبل یاد میکردن. اما بعد از اینکه وقتی که تحقیقات صورت گرفت، اینا مشکلات در مغز وجود دارن و از در روان خود مشکل دارن. اکثر از این اشخاص هستن که احتمال بیشتر افسردگی در پیشان وجود داره. پس از این خاطر احتمال افسردگی ها زمینه را به این مساحت کرده که ناپرخوابی یا به طرف بیخوابی ها برن، که از جمله مشکلات روانی محسوب میشه. بله، اگر شما عزیزانی هم کدام مشکل دارین، کدام سوال در ذهنتان خلق میشه، میتونین که تماس بگیرین به شماره تلفنی که روی اسکرین های تلویزیونتان همین لحظه ظاهر میشه. سوالتان مستقیما از دکتر صاحب بپرسین. دکتر صاحب حتما اون مشوره های نیک خدا امرای شما در میان میگذاره و مشکلاتتان انشالله که حل شوه. بله، سلام علیکم، صبحتان بخیر.
بله، تماس ها از این که زیاد است و تماس زیاد میگیرن دوستای ما، تماس ها قطع میشه. باز هم کوشش کنین تماستان با ما وصل شود، مشکلاتتان مستقیما از دکتر صاحب بپرسین تا مشکلتان حل شود. بله سلام، صبحتان بخیر. یک سوال داشتم. صدا بسیار پایین است، اگر یک ذره بلندتر صحبت کنین. بله بفرمایید، صبحتان بخیر، خوب هستین؟ شکر. مریم شهر مزار شریف. خوشحال هستیم که به برنامه تماستان وصل شده، مشکلتان رو بگوین. مشکل هم یک سیما زیاد در خواهم که داشتم، این قیل صدای که بشنه هم در رو بیدار میشم، میترم از رای میشه که ببین چی مشکل هست. خوب است. ما سوال شما فکر کنم تماس شما قطع شد. بینندگان بیننده عزیز ما برای گفتن که من زمان که خواب میکنم در اندرترین صدا یا در اندرترین مثلا طرق دروازه بوده باشه اینا زود بیدار میشن. ببینین هوشیار خواستن برای علت بیدار خوی ها چی است؟ اکثرا اشخاصی که مثلا زمان که به طرف بیخوابی ها میرن، اکثرا این اشخاص گفته شما هوشیار خواب هستن، اینا دیگه اندازه در مشکلات در روان دارن که بیشتر از اینا معمولا برمیگرده احتمال بیشتر به طرف استرابات. مثلا یک شخص میگه من هر قدر کوشش میکنم خواب بکنم، ولی زمان که در خواب میخورم، خواب میرم، در خواب تکان میخورم میخیزم، در خواب مثلا ترس میخورم میخیزم، در خواب مثلا یک دروازه طرح بکنم وحشت، مثل وحشت زده میشم، و بعد از اینکه از خواب میخیزم دیگه دست و پای میلرزه و بیشتر به این فکر میکنم. باز هم فکر میکنم. ببخشید دکتر صاحب تماس داریم. سلام، صبحتان بخیر. سلام، خوب هستید؟ سلامت. شما بخیر. خوشحال هستیم که تماستون با ما وصل شده، بفرمایید مشکلتان رو بگویید. از دکتر صاحب استفاده میکردم، استراحت میکنم ساعت ده بجه شب. بله ده بجه شب استراحت میکنم، و چیزی که میکنم که ما خواب راحت کنیم دیگه تا دوازده یک بجه اینم که بیدار میبانیم. بعد از یک بجه وقت که استراحت میکنم صبح که چند بجه که بیدار میشیم که اصل میبانیم. علت ازی چی است؟ خوب است، محترم یک هم پرخوری یا نان، یک دوستا بکن که نان زیاد شد طرف شد بخوریم احتمال همین بیخواری زیاد نشه. اگر ما نان هم بخوریم یا رژیم غذایی را میگیریم، اگر باز یک خواب راحت داشته باشه. خوب است، اگر نتوانستیم خواب راحت پیدا کنه. من جواب میتونم مردم، محترم تشکر. موضوع خوب را اشاره کردن. ببینین میگن بعضی از مریض ها هستن یا اشخاص هستن میگن من زمان که خواب میکنم مثلا تا ده شب مثلا اولا خواب نمیبره، یا اینکه مثلا ممکنه تا دوازده بجه شب خواب نبره، بعد از اینکه مرا خواب میبره بعد از اون باز برای یک ساعت یا دو ساعت من خواب میکنم، بعد از یک ساعت دو ساعت پس دوباره من از خواب میخیزم و برای یک نیم ساعت دو ساعت دیگه باز خواب نمیبره، بیشتر یا به گذشته فکر میکنم یا بیشتر به آینده ها فکر میکنم. ببینین در اینجا دو چیز مطرح است، یا ممکن است که در نزد شخص مشکلات جسمی موجود است که از نظر جسمی مثلا درد آی سبب شده یا مشکلات جسمی سبب شده که به طرف بیخوابی ها برده، یا به گفتی همی بیننده عزیز ما که گفتن پرخوری و غذای بیش از حد گرفته که در میده مثلا فشار به وجود آمده و در نیچه سبب ازی شده که دردهای جسمی و بالاخره نارام خوابی ها را به وجود بیارن، یا ای که هیچ کدام از اینا وجود ندارن بلکه شخص یک افسردگی داره. مثلا در اشخاص که افسرده هستن بیشتر خوابهای متقطع دارن، یعنی به این مناسن که خوابشان تا یک ساعت خواب میره، بعد از یک ساعت پس خوابش میپره، باز خواب ازی وقتی که میگیره باز یک دو ساعت دیگه خواب میکنه، باز خوابش ازی منظم نیست، یا ای که ممکن است که تا مثلا 500 600 شب مثلا باشین تا 2 3 بجه شب اصلا خواب نبره، اینا را با فکرای گذشته بیشتر عمیق مثلا فکر بکنن، یا ای که ممکن است خواب ببره مثلا 3 بجه شب از خواب میخیزه و بعد از دیگه باز خواب در پیش از اینا وجود ندارن. ببینید تمام از اینا بی‌نظمی های خواب نشان میدن که بی‌نظمی های خواب ممکن است که مثلا این اشخاص بعضیا مثلا معتاد بوده باشن، بعضیا مثلا الکل استفاده کنن، بعضیا سیگارت استفاده کنن، بعضیا مثلا مواد مخدر استفاده کنن، یا بعضیا مثلا مشکلات جسمی داشته باشن، و اگر هیچ کدام از اینا موجود نبوده باشه ممکن است که شخص مصاب یک بیماری بوده باشن که افسردگی است، که در پیش از اینا بیماری های افسردگی و استراب بیشتر میتونه که مطرح بوده باشن. بله دکتر، بهترین ساعت خواب در شب کدام ساعت است؟ بسیار خوب. ببینین این نظر به این که شخص با چی شکل به خواب عادت داده خدا. بعضی اشخاص عادت دارن که مثلا 9 شب به خواب میرن و مثلا 4 صبح از خواب بیدار میشن. بعضی اشخاص میگن من مثلا عادت خدا به شکل دادیم که تا ساعت 12 به شب من مثلا خواب نمی کنم، وقتی اگر خوابم می کنم من خواب نمی بره تا 12 به شب. چون ببینین ما در خواب وقتی که مغز یک خاصیت ازیرا داره، هر سیستمی که برش میتین خود به او عادت عیار می سازه. مثلا یک شخص به بیدار خوی از طرف صبح میره به 3 میگه من همیشه باید بیدار بوده باشم،
مغز به اون شکل تنظیم کرده، مثل که ساعت ما کوک بکنیم به اون ساعت خود بیدار بسازه، پس مغز ما تنظیم کرده به اون شکل. از این خاطر بعضی چیزها هستن که ما عادت میتیم برای خود که باید خواب، ولی بهترین خواب همیست که ساعت 10 شب انسان خواب بکنه و ساعت 4 صبح از خواب بر بخیزه، بهترین سیستم خواب است. بسیار خوب، اگر تماس باشه همکارای ما وصل کنن. سلام، صبحتان بخیر. بله، منتظر تماس هایتان هستیم، اگر مشکل دارین میتونین با ما تماس بگیرین. سلام، صبحتان بخیر. سلام، صبح شما هم بخیر. خوب هستین جان؟ جان سلامت. سلامت، شما خوب هستین؟ ان شاءالله که صحتمند باشین. بفرمایید سوالتان. ما ببخشید، من صدایتون رو درست گرفته نتونستم، میشه تکرار بکنین؟ سوالتون رو تکرار بپرسین. سوال من نفهمید. نخواهید گرفت، نه نتونستم. میگفتم که از وقتی که از خواب بیدار میشم احساس میکنم که گرسنه هستم، در دقایقی که میشود رگای پشت سرم درد میگیرد. آها، وقتی از خواب بلند میشن رگای پشت گردنشون بیشتر اینا ببین میگن که ما زمان که وقت گرسنه میشم، زمان که از خواب برمیخیزم، در این وقت احساس درد در قسمت های نایی مثلا گردن، در قسمت های شقیق گردن به وجود میاد. بعضن اگر موضوعات جسمی زیر ما مطرح بسازیم، احتمال بیشتر است که موضوعات مثلا میده مشکل بوده باشن، مثلا التهاب در میده بوده باشن یا مشکلات سیستم هضمی بوده باشن، میتونه که درد های مثلا نایی قسمت های میده و در قسمت های نایی خلف و قسمت های نایی گردن به وجود بیارن. ولی اگر این چیزا مطرح نبوده باشن، بیشتر برمیگرده بعد حالتهای استرس یا فشارهای روانی، که بعضا فشارهای روانی هم میتونه که سبب ایجاد سردردیهای در نزد انسان ها شوه، که قسمت های نایی شقیق گردن به وجود بیاد، دو قسمت شقیق را درد بگیره و مریض طور احساس بکنه که یک چیز سر از زیر کش کرده یا گرفته هستن، که در 24 ساعت یک درد گنگ مانند و یک درد فشاری در سر خود احساس میکنه، که معمولا بیشتر برمیگرده به استرس ها یا همون تشوشات فشارهای روانی. بسیار خوب دکتر صاحب، وقت در یک اتاق که میخوابیم چقدر تاثیرات خود همو اتاق خواب یا همو جایی که به خواب میریم سر خواب درست ما داره؟ دقیقاً ببینید، شما بعضیا مثلا طور باید خواب اتاق خواب بوده باشه که روشنی مثلا کافی بوده و مثلا بیش از حد نبوده باشه، یا بعضیا مثلا بیش از حد رنگ‌های بسیار شوخ و روشن رو در اتاق خواب انتخاب میکنن، یا مثلا پرده شوخ و رنگ بسیار روشن انتخاب میکنن. از این خاطر بعضن این رنگ‌ها میتونه که تاثیر منفی در خواب ما بگذار، که مثلا ما به شکل درست به خواب نریم، یا اینکه مثلا بعضن اتاق‌های سر صدای بیش از حد وجود دارن، یا اتاق حتی حرارت درجه حرارتش، حتی جای خواب، همگی از اینا میتونه که تاثیرات منفی در خواب داشته باشن. بله، بازم تماس داریم، تماس بگیرین به برنامه خودتان، هزی که تماس ها زیاد است، تماستان قطع میشه، دوباره کوشش کنین سوالتان مستقیما از دکتر صاحب بپرسین، حتما عمو مشورای نیک خود همراه شما در میان میگذاره. سلام، صبحتان بخیر. بله، تماسشان قطع شد، باز هم دوباره کوشش کنید که تماستان با ما حاصل شود. دکتر صاحب، از طرف شب چقدر نوشیدن چای یا بعض نوشابه های انرژیزا تاثیرات منفی خود بالای خواب دارن؟ ببینین، متاسفانه بعضی از می هموطنان ما عادت دارن پیش از اینکه به خواب برن بیش از حد قهوه استفاده میکنن، بیش از حد چای استفاده میکنن، بیش از حد مثلا نوشابه های گازدار استفاده میکنن. اینا کلا تاثیرات منفی رو بالای خواب داره، از این خاطر سبب از این میشه که باعث برهم خوردن خواب ما میشه. پس از این خاطر بهتری هست که اشخاص که اگر میخوان که از بیخوابی مثلا جلوگیری کرده باشه، نوشابه های گازدار یا مثلا قهوه و یا اینکه مثلا چای در شب استفادهش اصلا اگر نبوده باشه بهتر، اگر استفاده هم میکنن باید مقدار کمتر بوده باشن. در غیر از این باعث از این میشن که همون بیخوابی رو هنوز می تشدید بکنه در بیشان. یک چیز دیگه که امروز در بین جوان ها بیشتر رایج شده، هر جوان میبینیم در دستشون یک قوطی از انرژی است، حالا به نام های مختلف انواع انرژی نوشجان میکنن، این چقدر بالای خواب تاثیرات خود داره؟ بله، اول تماس میگیریم. سلام، صبح شما بخیر. بله، سلام، صبحتان بخیر. بله، سلام علیکم. خوب هستین؟ جور بخیر، سلامت باشین. ببخشید، ما یک مشکل دارم دیگه، کم خواب که میشم بعضی وقت، یا کم خواب میکنم یک سردردی پیدا میشه دیگه، بخی دوامدار تقریبا 3 سال شده که یعنی سردردی پیدا میشه،
میگه باز خواهیم که پوره میشد باز دوباره درد سریم گم میشه. میخواستم اون خاطر ببخشین سردردی چه قسمت میشه اگه وصف شه برام بگین؟ نصف سر میگیره، کل سر میگیره، یا فشار میته، یا به شکل لق زدن است؟ چه قسمتی سردردی؟ اما دم روی سر از دیگه تقریبا این منطقه یعنی شقیقه را گسته یا یعنی بالاتری پیشانی در این منطقه را خوب است، من جواب میتونم محترم. سپاس از شما، سوال تانه گرفتیم، منتظر جوابتان باشیم. موضوعی که نام براتون یادگیری کردم در یک از برنامه هم برای شما یادگیری کرده بودیم که ما یکی سردردی های استرسی یا فشاری داریم که معمولا بیشتر زمان که یک شخص بیخواب میشن، زمان که یک شخص فشار روانی برش به وجود میاد، زمان که هیجانی میشن، عصبانی میشن، این سردردی ها در صحنه ظاهر میشن. سردردی که در این به وجود میان وصف از اینا هستن که معمولا دو قسمت شقیقه میگیرن، قسمت های گردن شق میگیرن و وصف کش کردن داره و فکر میکنه یک چیزی از قسمت گردن شق میگیره یا کش به وجود آمدن، ولی زمانی که اشخاص استرابشان کم میشه، فشار روانیشان کم میشه، ولی زمان که هیجانش کم میشه و استراحت میکنن، اینا پس دوباره پس فروکش میکنن، آرامش پیدا میکنن. پس از این خاطر خود واضحی هست که اینا بیشتر مشکلات از نظر روانی استرس یا فشارهای روانی دارن و بیشتر استرابات دارن که این حالت سردردی ها میتونه به وجود بیاره. بله، پس دکتر صد میم سلام، سوالی که پیشتر پرسیدم نوشیدن انرژی، امی قوطیایی که امروزه هر جوان را میبینیم روز دو دانه سه دانه استفاده میکنه، چقدر در سر خواب ما تاثیرات خود داره؟ آیا ما را میتونه از خواب دور نگاه کنه؟ دقیقاً، شما ببینید بعضی از انرژی هایی که استفاده میشه بیشتر در خود یک ماده به نام کوکائین دارن و به این شکل یک ماده های دارن که معمولا سبب از این میشه که منبه مغز است، یعنی مغز تنبیه میکنه. پس از این خاطر زمانی که وقتی که انرژی بیش از حد خصوصا از طرف شب وقتی که استفاده میشه سبب از این میشن که مغز بیش از حد تنبیه بکنه و شخص به طرف بیخوابی ها ببرن. از این خاطر استفاده انرژی از طرف شب اصلا ضرور نیست، به خاطر از اینکه خصوصا یک شخصی که بیخوابی داره و او هم با دوز انرژی بیش از حد استفاده میکنه و مغز بیش از حد تنبیه میکنه و بیدار نگهداری میکنن، از این خاطر سبب از این میشن که مغز بیشتر دیگه تحت یک فشار قرار بده. پس از این خاطر اشخاصی که بیخوابی دارن یا اشخاصی که نمیخوان خوابشون بر هم بخوره، استفاده انرژی از طرف شب ضروری نیست. اگر از طرف روز هم استفاده میکنن، از طرف شب استفادهش میتونه که خواب بر هم بزنه. دکتر، بهترین خواب کیا داره؟ که چقدر میخوابه، چند بجه میخوابه و چند بجه بلند میشه؟ بله، تماس داریم. اول تماس میگیریم. صبحتان بخیر، خوب هستین؟ بله، ما صدای شما را داریم، خوب هستین؟ صبحتان بخیر. بله، سلام، صبحتان بخیر. صدایتان را داریم، خوب هستین؟ خوب هستین، صحتمند بخیر. سلامت، بفرمایید سوالتان. بسیار ببخشین، یک سوال از دکتر محترم داشتم. دیگه دکتر صد، ما که شبانه خواب میشیم دیگه بعد از یک دو سه ساعتی که هم تو به شکل نرمال خواب میکنم دوباره از خواب بیدار میشم و هیچ خوابم نمیبره تا دم صبح را بیدار میمانم. یعنی علتش چی باشه؟ تشکر، من براتون بیان میکنم. اگرچه امین سوال بود که قبلا من جوابم داده بودم. بله، موضوعی که میگن که مثلا من خواب میکنم برای شب یک دو ساعت یا سه ساعت و بعد از دو ساعت سه ساعت خواب ازی میبره و تا صبح دیگه به فکر میره، مثلا یا به فکر آینده میره یا به فکر گذشته میره. ولی اکثر این اشخاص هستن که وقتی که به طرف گذشته ها فکر میکنن، چرا این کار با من شد، چرا این کار کردن، کاش که این کار نمیکردم، چرا این کارها در زندگی من رخ داد، همه از اینا در حقیقت سبب ازی میشن. این وقتی که از خواب میپرن به حساب استیلای ما میگه خواب میپره و تا صبح میشینم، اینا معمولا به دو بود میرن. بازم تکرار میکنم که گرچه قبلا تشریح کرده بودم، میره به طرف افسردگی و استراب میرن. اگر اشخاصی که بیشتر افسردگی دارن، اینا زمان که وقتی که از خواب بیدار میشن بیشتر به گذشته ها فکر میکنن و بیشتر به من خود ملامت میکنن، بیشتر فکر میکنن که من انسان درمانده ای هستم، انسان خوبی نیستم و چرا این کارها را برای من کردن، همه با من مثلا دشمن هستن، به این شکل فکرای به گذشته ها دارن. ولی یک تعداد اشخاص هستن زمان که مثلا در خواب میرن یک ساعت خواب میرن، باز از خواب بیدار میشن، باز برای یک دو ساعت خواب هستن، باز از خواب بیدار میشن و بیشتر به آینده ها فکر میکنن که فردا چی کار خواهد شد، پس فردا چی کار خواهد شد، زندگی آینده ما به کجا خواهد رفت و آینده چی کارهای اتفاق خواهد افتید. ببینید تمام از اینا استراب ها هستن و حتی این اشخاص در خواب ترس میخورن، در خواب کابوس میبینن، خوابی را میبینن که وحشت داره و از خواب میخیزه و بسیار یک حالت لرزه و وحشت زده از خواب برمیخیزن که بیشتر به طرف استرابات باید. دکتر صاحب، اول سوال را که بیشتر پرسیدم کردم درباره از اوز جواب بتین که کدام ساعت بهترین ساعت خواب است و گفتیم که یک خواب که خوبه کی داره. اول دبار میکنم. صبحتان بخیر، خوب هستین؟
تماسشان قطع شد. اولا قبلا میدونی که بهترین خواب اگر یک شخص میخواد خواب بکنه 7 ساعت در یک شبانه روز هستن، البته در نزد جوانان و اشخاص میان سال، و اینو از ساعت 10 تا ساعت 4 الی 5 صبح بهترین وقت خواب است که انسان خواب بکنه. و یک موضوع ازی که بهترین خوابکی دارن، هر شخص تجربه هر شخص از خواب فرق میکنه. شاید یک شخص چی میگه من این 5 ساعت که خواب بکنم بهترین خواب مونمو است که مثلا من لذت از خواب خود دارم، خستگی من رفع میشه. پس برازی خواب این معنی را میده که از خواب خود راضی است، اینمی کفایت میکنن و او از خواب خود همیشه راضی بوده. ولی یک تعداد اشخاص وجود دارن که قبلا اشاره کردم و 12 ساعت هم خواب میکنن، ولی زمانی که میخیزم هیچ اصلا خواب درست ندارم، هیچ از خواب خود مثلا لذت ندارم، هر قدر خواب میکنم مثلا هنوزم خسته است، هنوزم همون حالت خستگی من رفع نشده. پس این نشان دهنده ازی هستن که اینا اشخاص هستن که هنوزم بی خوابی رو تجربه کردن. پس خواب خوبتر کسی داره که خودش از خواب خود راضی بوده باشه، مثلا برای 2 ساعت، برای 5 ساعت، برای 10 ساعت، هر ساعت بوده باشه، اون نظر بازی که چقدر بر خستگی شرف کرده و چقدر احساس آرامش برش داده، اونم برش خواب بهتر است. چی وقت بیخوابی خطرناک تمام میشه و ما باید مراجعه بکنیم به یک دکتر؟ بسیار خوب. مثلا یک شخص برای 5 شب، 6 شب متواتر، 7 شب متواتر، حتی به 10 شب متواتر بیخوابی رو تجربه میکنن. پس اینی وقت خیلی مشکل ساز است برای از این خاطر اینا هر چی عاجل باید با دکتر صاحبای مربوطه یا دکتر صاحب متخصص یک دفعه مشوره بکنن، چون بیخوابی های بیش از حد میتونه که حتی رفته رفته انسان به تهدیدات جسمی، بیماری های جسمی و حتی به تهدیدات رفته رفته به طرف مرگ انسان میکشونه. از این خاطر بهتر است که بیخوابی ها وقایه شون و بیخوابی ها تداوی شون، در غیر از برش مشکلات آینده را ایجاد خواهد کرد. داریم کسانی را که به خاطر رنج میبرن از بیخوابی شبانه دوای خواب را استفاده میکنن، چندین رقم دوا را، آیا اونا برشان نقص نمیکنه، ضرر نداره؟ بسیار گپ بسیار خوبی را گفتین. ببینین امی استفاده دواهای خواب آور به شکل خودسرانه کلا اشتباه هستن، به خاطر که تا یک دوای خواب اصلا به آسانی بر کسی توصیه نمیشه و یک دکتر باید اعصاب یا دکتر مثلا بخش روان رو توصیه بکنن یا دکتر یک متخصص رو توصیه بکنن. ولی توصیه زینا، چون به خاطر که دوای خواب آور خاصیت زیرا داره که یک بار که شخصی را استفاده میکنه و خوابش خوب میشه و این فکر میکنه خیلی بهترین دوا می بوده، هر شب استفاده کرده میرن، رفته رفته این دوا برای یک وابستگی رو به وجود میارن. اینا زمانی که میخواد دوا رو قطع بکنن دیگه باز برای مشکل ساز هستن، مثل اینکه یک شخص به یک سیگارت عادت کرده باشه. پس از این خاطر استفاده خودسرانه دواهای خواب آور کلا اشتباه هستن، باید تحت نظر یک دکتر متخصص یا روانشناس، روان درمان یا یک دکتر روانی باید یا دکتر اعصاب باید توصیه شه. سلام، صبحتان بخیر. بله سلام علیکم، خوب هستین؟ سلامت، شما خوب هستین؟ بفرمایید سوالتانه. باشه، من از دکتر به سوال داشتم. بفرمایید. من همیشه در خواب وقتی خواب میکنم و این خواب خوب دارم، اما زیاد میترسم در خواب، نمیفهم چرا. خوب است، من جواب میدم، درست است. موضوعی رو یادگیری کردن که میگن من در خواب میرم مثلا در خواب ترس میخورم. ببینین خواب کابوس دیدن در خواب، ترس خوردن در خواب یا ترسیدن در خواب و یا ناراحتی در خواب ریشه در استراب دارن. ریشه در استراب به خاطر ازی دارن که اینا ممکن است که در زندگی خود یک استرس و فشارهای روانی دارن که هنوز حل نشده. مثلا در یک حالت کانفلیکت میگیم یا چالش آ میگیم که شخص در یک دروغ قرار دارن که من می کار انجام بتم نتم و در نتیجه سبب ازی شده که اون حل نتونسته و شکل یک ناحل شده در ضمیر ناآگاهش در اوج قرار گرفته. بعدن به خاطر از اینکه دماغ همین آلت ها را تخلیه کرده باشه، خود خواب دیدن در حقیقت یک میکانیزم دفاعی روانی است که ما را از آلت همون مشکلات و فشارهای روانی مثلا ما را تخلیه میکنن. یک شخص که مثلا در خواب ترس میخوره ریشه دری داره که در گذشته خود مشکلات را داره یا در فعلا کدام مشکلات داره که هنوز حل نشده، باید اونو باید مشکلات ازی حل شون. پس از این خاطر اکثرا در خواب به شکل ترسیدن، به شکل از اینکه فکر میکنه از یک بالا خود میکنه در داخل یک چاه میفته، فکر میکنه یک شخص از پای میگیره مثلا از بالا کش میکنه، شخصی که مثلا پیش میکنه خفق میکنه، یا شخصی که مثلا چاقو دستش میخواد ایره تهدید بکنه، میخواد بکشه، اینو کلا در خواب میبینن، یا به اصطلاح میونه گژدم و مار و یا مثلا سگ و این چیزا رو در خواب میبینن. همه که از این نشان دهنده ازی هستن که در زندگی از یک استرس و فشارهای روانی وجود دارن که هنوز حل نشده باقی ماندن. پس از این خاطر اینا باید مشکلات اساسی از اینا باید با یک روان درمان مشوره شه تا بتونه که اونو زمیر ناگاه ازی که مشکلات فشارهای روانی حل نشده حل شوه. در غیر از هر شوی ترسهایی تجربه میکنن. سپاس از شما دکتر صاحب که امروز آمدین در برنامه. تشکر از مشوره های نیکتان. امیدوار هستم سوالاتی که در ذهنات شما بود خلق میشه تا میشه حل شده باشه تمامش و مشکلاتتان هم حل شده باشه. تشکر از شما. تشکر.